انگار که آینش رو اینجا به ما درس دادید خیلی ممنون آقای مهرابی از مشارکتتون خب سه نفر دیگه اه... سلام خیلی ممنون که به من وقت دادین امیدوارم صدام هست سلام خوبه بله بفرمایید آقای آر میخوام خیلی ممنون که واقعا به من وقت دادید من خیلی برای اینکه وقتی همه بقیه هم میتونم صحبت کنم سعی میکنم تا اونجور که میتونم سریع همین نکات رو بگم من خودم یه اسلام ستیز هستم و با حسب اسلام هم مشکلی ندارم ولی فکر میکنم خیلی فکر میکنم این حسب اسلام و ستیز خیلی براشون توضیح درست داده نشده که بخاطر اینکه وقتی از حس صحبت میکنیم بعضی از فکر میکنم ما داریم درباره خشونت صحبت میکنیم وقتی درباره اسلام ستیزی صحبت میکنیم خیلی فکر میکنم ما داریم درباره خشونت صحبت میکنیم یعنی که میخواهیم یهویی یک سری باورها رو از جامعه به زور به طور تحمیلی از بین ببریم اسلام ستیزی ببینید اسلام ستیزی رو در مقابل مسلمان ستیزی بذارید ما اگه اسلام ستیز هستیم خیلی ها از ما اسلام ستیز ها مدافع حقوق مسلمان هستیم مسلمان ها رو اکثرشون رو دوست داریم از حقوقشون دفاع میکنیم علیه اسلامشون می میکنیم و از, از موزگیری اونها هم علیه آتیزم ما یا علیه اسلام ستیزی ما استقبال میکنیم ما هرچی بیشتر به باورهای همدیگه ستیز داشته باشیم کمتر با شخص همدیگه ستیز خواهیم داشت خب اصلا دموکراسی یه چیزی که برای دموکراسی لازمه اینه که ما عادت داشته باشیم و برامون نرمالیزه بشه و حساسی زدایی بکنیم حمله شدید بیرحمانه به باورهای همدیگه و پوست منقع کلوفت بشه که اینو شخصیش نکنیم بتونیم دوست, دوست باشیم با کسانی که دشمنی دارن با باورهای ما من دشمنی دارم با کمونیسم ولی میلاد یکی از بهترین دوستهای منه خب الان نمیدونم اونم این فکر میکنه یا نه ولی من دشمنی دارم با اسلام ولی مسلمون ها خیلی مسلمون دارم که بهترین دوستان من هستن مسلمونانی دارن که هستن که میدونم من اسلام ستیز هستم و دارم سعی میکنم اسلام رو حس بکنم و هنوزم دوست من هستن خب و میتونن قابلیت اینو دارن که با من همزیستی نه تنها همزیستی بکنن بلکه دوستی هم بکنن خب و نه تنها این من از یک مسلمانی که داره سعی میکنه آتئیزم رو حذف بکنه من ازش تشکر میکنم من ازش تشکر میکنم به خاطر اینکه یک مسلمانی که داره سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه لابد نگران منه نگران آخرت منه نگران اینه که من برم جهنم منو شخصا که نمیخواد حذف بکنه با من خشونت فیزیکی که نمیخواد بکنه داره سعی میکنه آتئیسم رو حذف بکنه برای اینکه من اگه آتئیسم بمیرم ممکنه بر, این باوره که قرار تا ابد بسوزم برای همین اثر دلسوزی داره با با آتئیسم داره میجنگه یا داره سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه ما اگر از حز صحبت میکنیم ما منظور ما خشونت و تحمیل نیست ما اگه میخوایم اسلام رو بکنیم اولا یهویی نیست اونجوری که وریا گفت معلومه که این یه پروژه خیلی طولانی حالا نتونیم هم حذف بکنیم میتونیم تضعیفش بکنیم منظور ما قانع کردن مسلموناست همونجور که استقبال میکنیم از یه مسلمونی که سعی میکنه آتیز رو حذف بکنه با قانع کردن من که چرا اسلام درسته منم به عنوان یک اسلام ستیز سعی میکنم اسلام رو حذف بکنم با قانع کردن یک مسلمان که چرا اسلام غلطه نه که بیام خود اون مسلمان رو حذف فیزیکی بکنم خب این هم هیچ این, این حذف اسلام سعی کردن برای حذف اسلام و اسلام ستیزی هیچ تناقضی با دموکراسی نداره دموکراسی وقتی بهتر میشه که مردم بتونن به بیرحمانه به باورهای هم حمله بکنن با, آزادی بیان هم تناقض نداره چون این, آز... این, با آزادی مسلمان ها تناقض داره اگه وقتی من دارم اسلام ستیزی میکنم اگه من دارم مثلا به قرآن توهین میکنم یا حرفی میزنم که مسلمان دوست نداشته باشه این رو براش تحمیل بکنم اگه یک مسلمان بتونه محتوای منو نبینه یا نخونه یا نشنوه خب و اینو داوطلب اگه داره میبینه میشنوه و میخونه داوطلبانه اینطور این انتخاب کرده دیگه شکایت به جا نیست اگه من اومدم مثلا قرآن کردم و یه جوری قرآن کردم که اون مسلمان نتونه اینو نبینه یا یعنی اینکه به محمدش توهین کردم یه جوری که مجبور بشه این توهین منو ببینه اون وقت کاملا کاملا شکایت نه تنها این غیر اخلاقیه اون باید جرم باشه این غیر قانونیه خب این تناقضی هم با سکولاریسم نداره همونجوری که مثلا ببینید شما میگی که ما من به معنی اسلام ستیز نه تنها از نقد اسلام دفاع میکنم از توهین به اسلام هم دفاع میکنم برای این... نه برای اینکه توحین به اسلام باعث میشه که مردم از اسلام ب... کنار بکشن خب اون برای برای اینکه مسلمان رو قانع بکنیم که اسلام غلطه از نقد اسلام استفاده میکنیم ولی ما اگه توهین به اسلام میکنیم اون برای مبارزه برای آزادی بیانه به خاطر اینکه تهدید خشونت اعدام و قوانینی که برای ما خط, قرمز میکشه دور صحبت بیانهایی که میتونیم بکنیم و نمیکنیم با اون با اون روش ها مبارزه بکنیم که اون نرمالیزه نشه برای همین ما توهین میکنیم به اسلام ولی به شرط اینکه این توهین ما به هیچ مسلمانی تحمیل نشه و بتونه اینو, بتونه اینو نبینه ببین ما همین حق برای مسلمان هم قائل میشیم خیلی مثلا آقای مشتبه واحدی میان میان که ب... فردای بعد از براندازی مسلمان ها باید فقط اسلام رو تو خون... زندگی شخصیشون نگه دارن من به عنوان یک اسلام ستیز میام از حقوق مسلمان دفاع میکنم که نه خیر مسلمان ها اجازه تبلیغ اسلام رو دارن خب من درسته که من میخوام از آزادی بیانم استفاده بکنم که علیه اسلام به جنگم ولی دوست دارم مسلمان اجازه داشته باشه که از آزادی بیانش استفاده بکنه که توی عموم نه فقط تو خونش نه فقط توی زندگی شخصیش بتونی بیاد از اسلام تبلیغ بکنه ما وقتی ما یعنی جدایی دین از حکومت نه نه جدای دین از پابلیک یه مسلمان باید اجازه داشته باشه بیاد توی پارک و از اسلامش تبلیغ بکنه به شرطی که منم اجازه داشته باشم که علیه اسلامش تبلیغ بکنم الان خیلی از آتئیستایی که علیه اسلام ستیزی هستن یه استاندارد دو، یه استاندارد دوگانه دارن میان میگن که نه ما برای اینکه بتونیم همزیستی بکنیم با مسلمان ها نباید اسلام ستیز باشیم فقط باید بیایم محترمانه نقد بکنیم خب ما این استاندارد رو برای مسلمان قائل نمیشیم ببینین اسلام خب قرآن و احادیث برای من آتئیست همش توهینه سرد اصلا از ماورای توهینه یعنی ما اگه داریم به اسلام توهین میکنیم قرآن و احادیث داره به شخص آتیز به کافرین توهین میکنه و میخواد ما رو حذف فیزیکی بکنه حالا مسلمان ها خیلی رو باور ندارن ولی همون مسلمان هایی هم که حتی اینو باور دارن من تا وقتی که خودشون نیان فیزیکی بخوان به من حمله بکنن از تبلیغ این دین و از تبلیغ این باورها من از, از من اگه حکومتی بخواد جلوی مسلمان ها رو بگیره که این باورها رو نتونن تبلیغ بکنن من با اون هم میشم حکومت که بخواد جلوی اینا رو بگیره به شرطی که من هم به شرطی که من اگه من هم بتونم هم نقد بکنم هم توهین بکنم یعنی وقتی اسلام وقتی اسلام این, این همه توهین هست به من بی خدا به من اکس مزلم و من دارم دفاع میکنم از یه حقوق مسلمان که بیاد این, این توهین به من رو به توهین به ما بی خدایان رو تبلیغ بکنه من از یه همچین حکومتی که این اجازه رو به مسلمان میده انتظار دارم که به من بی خدا هم اجازه بده که بیام تبلیغ بکنم علیه اسلام و توهینم بکنم توهینم بکنم برای اینکه نشون بدم که نمیشه نمیشه شما جو تعیین بکنی که آه شما آتیس خوب آتیس یه که توهین نکنه و محترمانه بیا نخ... نخ... نخیر آرمید. شما بر... شما ب... هیچ حکومت بفرمایید بله ببخشید من فکر میکنم که نکته گرفتیم و البته راجع به خود کلمه توهین ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم صحبت من فکر میکنم بره. در مجموع گرفتیم همه منظورت رو کلمه توهین هم باز ممکنه که اختلاف نظر داشته باشیم توهین تا کجا هستش یعنی چی چه جوری آیا رفتاری هم توهین میشه چه کلماتی توهین محسوب میشه قانون تا کجا پیش میره و اینا اجازه بده هفته های دیگه خ... موضوع رو دنبال یه... بکنیم خواهش میکنم برای اینکه شیدا و مسعود صحبت نکردن ما زمان زیادی نداریم اتاق بسته میشه فقط ازتون سوال بکنم که آیا من آیا بی احترامی کردم آیا من اینجا که من حواسم باشه دیگه این کار تکرار نکنم من میخوام قوانین اجازه, بده داوری رو میذارم نه من که چیز بدی نشنیدم ولی اجازه بده داوری رو بذاریم برای شنونده ها خیلی متشکرم از همراهیتون خانم شیدا بفرمایید خوشحالم که یک مهمان خانم هم داریم من تا الان نمایندگی خ...